این قبرستون باستانی در واقع برای زمان زرتشتی ها بوده. یه چیز اینجا دیدم، دوستان از همین مسیر رو با هم میریم، یه سری جای دیگه هم هست که میخوام ببرمتون توضیح بدم راجع به اینجا بیشتر. درخت کنار زیاد داره، ارواح رابطه خیلی خوبی دارم باهاش. آره آدم رو میگیرم خواهی درخت کنم. خنک نشده، این هم بوتای دیگه هم دوربینو میخوام اینجا بکارم.
آب ما به استجون ادامه میدیم. میخوام برم یکم بالاتر و چیزی دیگه رو بهتون نشون بدم. اون دره‌ای بود که ما الان رفتیم. دوستان ممکنه که بعضی خیال کنن که اینا قبرن. نه، اینا اینجا تعداد زیادی هستن و اینها قبر نیستن. اینا یه جوره تصفیه خونه بوده و آبو تصفیه میکرده می آورده توی روستا. کم بشینم. پشت سر ما یه ستون میبینین که اینا رو سرشون مشعل روشن میشده که از روی دریا، چون موقعی چراغی نبوده، مشعلای بزرگ که از کل خلیج می اومدن اینجا آب می بردن و اینا اینجا روشن بوده همیشه. این اون علمکه این که گفتم که آتشش خاموش شده. یه چاهی هم که در واقع اینجا هم و خیلی بلنده، یه علامت سه شاخ هم روش داره، میگن که بذار ببینیم اول. داستانی شنیدم که یه نفر رفته پایین و گنج آورده بالا. اینو از مردم شنیدم و راست و دروغش نمیدونم. علامت نمیدونم چه علامتی میتونه باشه. اگه از دوستان کسی میدونه بهمون بگه. خیلی سخت رفتن داخلش. عمقش گفتن 80 متره. به این شکله. و داستانی که بهم گفتن یه نفری ارشد می اومده دم این چاه، بعد با یه روحی آشنا میشه و اون آدرس اینو بهش میده که ته این چاه یه گنجه. و حالا اینا طبق افسانه، یعنی من از واقعیتش خبری ندارم، فقط شنیدم که اون آدرس این گنج رو بهش میده و اون میره توی چاه و دیگه بر نمیگرده. غیب میشه اون آدم. اینها
من گفتن که همشون سازن تا اون بالا همه هست. حالا یک کمی دیگه ادامه میدیم و از این مسیر میریم پایین. لا همه جنس سنگیه، چوبا رو تازه زدن. این همون در واقع علمکه بود که بهتون گفتم بوده از اینجا تا بالا و اینا. خیلی هاشون متاسفانه ریزش کرده. جای باستانی اومدیم، که خوشحالم واقعا همچین بنایی توی شهرم ایران وجود داره و خوشحال که بتونم برای شما ویدیو بگیرم. دوستان عزیز مرسی که همراهم بودین. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.